و بخش مشاور خانواده خوش آمدین. همون قسمی که در شروع برنامه گفتیم، امروز میخوایم در رابطه با تاثیرات ذهن بالای روان صحبت را داشته باشیم. همکار همیشگی ما آقای فیروز ایوب با خود داریم، استاد دانشگاه، و میخوایم در این زمینه بیشتر صحبت بکنیم. اگر شما هم سوال و نظری داشته باشین، میتونید روی شماره تماس 0229 40 13 11 تماس بگیرید و سوالات و نظریاتتون با ما شریک بشید. استاد، خیلی خوش آمدین. تشکر. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ما هم سلام خدا برای شما و تمام بینندگان و شنوندگان رادیو تلویزیون جهانی آرزو تقدیم می کنم. سلام. استاد، بیشتر در مورد تاثیرات ذهن برای دیگه ابعاد زندگی و بالای بقیه موضوعاتش صحبت داشتیم، اما تاثیرات ذهن بالای روان خیلی تاثیرگذارتر و وسیع‌تر است که خواستم امروز در موردش صحبت بکنیم. خود امی ذهن چگونه یک سیستمی است؟ میشه مختصر توضیح دمر داشته باشه؟ گرچه در برنامه قبلی در مورد ذهن و تاثیراتش یک معلومات مختصر داشتیم، ولی امروز یک تازه میخوایم دوباره صحبت بکنیم، یک خیلی مختصر. قبلا در برنامه قبلی یادآوری کرده بودیم که معمولا ذهن در حقیقت به دو بخش تقسیم میشد، یکی ذهن خود آگاه بود و ذهن ناخودآگاه یا ناهوشیار. در ذهن خود آگاهی براتون یادآوری کرده بودم که تقریبا در حدود تاثیراتی که در عضویت داشت 5% تا 10% بدن ما را کنترل میکرد و تمام عضویت ما را، و تقریبا در حدود 90 الی 95% باقی مانده تماما کنترل عضویت ما، کنترل فعالیت های بدن ما توسط ضمیر خود ناخود آگاه یا به نام ضمیر ناهوشیار یادآوری میکنیم، توسط ازی کنترل میشد. خب اینا را میایم در مورد ازی صحبت میکنیم که ذهن چگونه میتونن که در روان انسان تاثیرگذار بوده باشن. پیش ازی که در مورد تاثیرگذاری ازی صحبت بکنیم، ببینید در وجودی که وقتی که تمام بدن ما توسط 5 یا 10% وقتی کنترل میشن، مثلا ما وقتی که صحبت میکنم، مثلا وقتی که شخص استدلال میکنه، شخص مثلا با منطق صحبت میکنه، تمام از زیر ذهن خود آگاهی ما کنترل میکنن، یعنی ضمیر خود آگاه و ضمیر هوشیار ما هستن. ولی در اکثر موارد ما متوجه کارهایی نمیشیم که به شکل خود به خودی ذهن ناخودآگاه ما تمامی کنترل به دست خود دارن و تمام فعالیت های ما را کنترل میکنن. مثلا برتون مثال میتم، زمانی که اگر شاید در کارهای روزمره اگر ما متوجه بوده باشیم، یک شخصی که درایو میکنن وقتی که در وقت حالت رانندگی هستن، تنها فکرش به مو مثلا دید مقابل است و چهار طرف مثلا اینا مثلا اوش و حواسش است، ولی ای که چگونه مثلا موتر مثلا بریک میگیرن و یکی مثلا اکسلیتر میتن و یکی مثلا چگونه از جاده ها رد میشن، در بعض موارد با امو پالو فایل خود که نشسته با او صحبت میکنن، یک وقت متوجه میشه که همین تقریبا یک ساعت را اینا تای کردن و اصلا متوجه نشدن چگونه راه از پیش از اینا عبور شده و بالاخره به منزل هدف خود رسیدن. یعنی به این معنی که 90 الی 95% در این مسیر کلا کنترل تحت اراده یا توسط سیستم ناخود آگاهی ما بوده. یا یعنی که مثلا زمانی که اگر ما مثال براتون بتیم، اگر یک خانم یا دختر خانم وقتی که در آشپزخانه میخواد که اگر یک دیگ را پخت ببزه، زمانی که وقتی که میخواد ابتدا مثلا پیاز یا مثلا روغن وقتی مثلا داخل دیگ میندازه یا پیاز میخواد توته بکنه یا باذنجان رومی را، هیچگاه به این حرکت خود متوجه نمیشه که دست به این شکل حرکت بکنه، باید به این شکل به این زاویه را باید برش بزنه و بعد از اول کدام کارا بکنه، دوم کارا کدام کارا بکنه، همه چیز به شکل ناخودآگاهی پیش میرن. پس به این مناسبت که ذهن ناخودآگاه یا ناهوشیار ما اینقدر قدرت داره که تماما بدن ما را کنترل میکنه 95%. خب من در مورد از این صحبت میکنیم که در بعضی از موارد شاید برای ما، براتون مثال میتم، اگر ما بگوییم که شخص را که تو در حال پرواز هستی، اولین چیزی را که مثلا ذهن خود آگاه از او برای ما یادآوری میکنه که یک تو شوخی میکنه، چگونه ما پرواز میکنم، نه پله دارم، نه کدام پر دارم، نه کدام بال دارم که ما پرواز بکنم. ولی ضمیر ناخودآگاه از او چی میکنن؟ دفعتا تصویری از یک پرواز بر از او ترسیم میکنن و تمام چیز را فکر میکنه که واقعا این واقعیت میگه. پس در این صورت این دو در حالت تضاد قرار میگیرن. ولی در بعضی از موارد، اگر ما قدرت ضمیر ناخودآگاه خود همراه با ضمیر خود آگاه خود یک جای بکنیم، ما قدرت را پیدا میکنیم که از 95% ضمیر ناخودآگاهی با 5% خودآگاهی یک قدرت خیلی بلند را به وجود بیاریم. مثلا در ابتدای عنوان از برنامه ما که چگونه بر روان ما تاثیر میگذارن این ذهن، شما ببینید زمانی که وقتی که یک شخص بارها میگه که من در زندگی خود خیلی ناموفق هستم، همیشه ناکام هستم، دلیل چی است؟ دلیل است که به ذهن ناخودآگاه خود طور تلقین میسازه که ما
انسان ناموفق هستم و ضمیر ناخودآگاه ما یا ضمیر ناهوشیار ما طور قدرت داره که اون تحلیل نمیکنه که تو موفق هستی یا ناموفق هستی. همینه که برش روان فرستادی همون رو قبول میکنن و به اون عمل میکنن و بر ما تصویر سازی میکنن و بر ما همین فکر ایجاد میکنن و فکر داخلی ما باعث ازی میشن که دنیای بیرونی ما رو تغییر بدن. مثلا در اکثر موارد وقتی که ما احساس میکنیم که خیلی خسته و جگرخون هستم، خیلی ناراحت هستم، پس به این مناسبت که ایره ما به ضمیر ناخودآگاه یا ضمیر ناهوشیار خود وقتی که به ذهن ناهوشیار خود وقتی که میتم ضمیر ناهوشیار ایره تقویت میکنن، پس از این دوباره برام تصویر میسازن و دوباره تماما حرکات مرا تحت کنترل خود با یک ناموفقیت میگیره. پس این باعث از این میشه که من در زندگی خود همیشه ناراحت، ناموفق و ناکام بوده باشم. پس از این خاطر ذهن تاثیرات فوق العاده بیشتر را بالای روان ما، بالای رفتار ما و بالاخره بالای تماما زندگی اطراف ما داره. خب استاد، این تاثیرات چقدر میتونه منفی باشه و چقدر مشکلات میتونه به وجود بیاره؟ همون قسمی که شما گفتین وقتی ما تلقین میکنیم که نمیتونیم این کار رو انجام بدیم و بعضا بیخوابیایی که میشه از طرف شب با خستگیایی که به وجود میاد، چقدر میتونه بالای روح و روان ما تاثیرات منفی داشته باشه و چقدر زندگی روزمره ما رو مشکل میسازه؟ بسیار خب، شما ببینین به خاطر اینکه این سوالو بهتر براتون تفسیر کرده باشم، زمانی که وقتی که ما میگیم که یک شخص خود احساس درماندگی احساس میکنه، در اصل شخص درمانده نیست، بلکه برای خود یک تفکر از درماندگی رو ایجاد کرد و بعدن تفکر به احساس ما به تغییر آورد و احساس ما به رفتار ما. به خاطر اینکه این سوال خوبتر ما بتون تشریح بکنم و بینندگان ما از این خوبتر برداشت داشته باشن، مثال براتون میتونم در یک شب که در یک اتاق یک شخص استراحت میکنه تنهاست و تصادفاً همون شب طوفان میشه نصف شب و ای از خواب برمیخیزه و با اولین احساس از این فکر از این چی است؟ حتما کدام دوز در یه داغ شده، ممکن است که مثلا در یک گلدان بفته و در اونجا بشکنه، اولین چیزی که را از خواب برمیخیزانه فکر شهیست که حتما کدام دوز در اتاق داخل شده و میخواه که مثلا برای من صدمه بزنه و بالاخره در فامیل من. این یک فکرش است. احساسش چی است؟ یک وحشت هستن. رفتارش چی است؟ به یک شکل لرزش و ترس تا او دروازه میره ببینه که واقعا چی اتفاق افتاده و در آخر هم که میره ببینه که شمال بوده، طوفان بوده، تنها کلکین از پیش ازی باز مانده بوده و شمال باعث ازی شده که این گلدان به طرف پایین مثلا سقوط بده و گلدان بشکنه و ایره از خواب بیدار بکنه. اما اگر من ایره تفکر خود طور بر ازی تنظیم بکنم که امی ممکن است طوفانی که در بیرون شمال صدای را میشنم، ممکن است که باعث ازی بوده باشه که من کلکین در بازیش باز مانده باشم و باعث ازی باشه که من کلکین باز شده شمال داخل اتاق شده و بالاخره مثلا از کلکین همون گلدان افتاده شکسته باشه. من بسیار به یک جرأت و شخص میره دروازه رو باز میکنم و کلکین پس دوباره بسته میکنه و می استراحت خودم میکنن. ببینین در اینجا دو دیدگاه ما تشریح کردم، یکی با یک تفکر منفی رفت به طرف اتاق کلکین، دیگه با یک تفکر مثبت. پس اگر زندگی را ما به می شکل احساس زندگی را پیش بریم، اگر ما به خود تفکر منفی خلق می کنیم، همه احساس ما، همه رفتار ما منفی هستند. اگر ما با خود زندگی خود فکر مثبت القا می سازم، باعث ازی میشن که هم احساس ما، هم رفتار ما کلا مثبت بوده باشن. پس از این خاطر این تمام تفکرات باعث ازی میشن که دنیای بیرونی ما را تغییر بدن. خب استاد، ذهن ما رول بسیار مهمی در تصمیم گیری های ما داره و اینکه ما یک چیزی رو بخوایم بالاخره تمامش بکنیم یا در موردش تصمیم بگیریم که چی کار رو باید انجام بدیم، اگر این تاثیرات بیشتر شوه و یا اینکه روان ما رو زیاد مشغول بسازه، آیا بالای تصمیم گیری های ما در کارهای ما تاثیر داشته میتونه؟ مثلا در چه حالت ها؟ چی گونه مثلا؟ مثلا یک حالتی است ما میخوایم خیلی عاجل یک تصمیمی را داشته باشیم، اگر روان ما زیاد مصروف یک چیز باشه و ذهن ما طبعا بالای از او تاثیرگذار است، زمانی که اینا در تناقض قرار میگیرن، ما هم استرس داریم، هم عجله داریم، هم باید عاجل یک تصمیمی را بگیریم. بسیار خوب، ما به خاطر که اینو خوبتر براتون تشریح کرده باشم، ببینین از دیدگاه روانشناسی یک شخص در یک لحظه دو مثبت منفی هفت فکر همزمان دربارش مغز فکر میکنن. یعنی به این معنی زمانی که ما در اینجا نشستم، شاید یک موضوع فکر ما در برنامه بوده باشه و ممکن است که هفت در لابلای ازی برنامه هفت فکر دیگه در این زمینه شوا و مرا بعضا مشغول به دیگه طرف ببرن. پس از این خاطر هر انسان به می شکل در یک لحظه تقریبا هفت یا کم و بیشتر دو فکر دیگه، یعنی جمع نو فکر یا هفت فکر در هر یک لحظه در مورد مغز درش فکر میکنه و تنها او فکر بیشتر غالب می باشه که در او بیشتر تمرکزیت داشته باشن. براتون مثال میتم، زمانی که وقتی که یک شخص که کتاب میخونه، در زمان وقتی کتاب خواندن
متوجه شاید ما هر کدام ما شده باشیم که در لحظه‌ای که وقت کتاب سطر 2 3 و 4 و 5 می‌خونیم دفتن به فکر ما فکرهای دیگر به ذهن ما داخل میشه و ما را مشغول میکنه. یک دفعه می‌بینیم که به فکر دیگر رفتیم، باز می‌بینیم که به یک فکر دیگر داخل شدیم. پس از این خاطر زمانی که اگر ما در زندگی خود تصمیم به عجله می‌گیریم، باعث از این میشن که در بعضی از ما تصامیم عجلی ما در مفاد ما هستند. از این خاطر یگان وقت بعضی وقت کسایی میگن که تصمیم بیش از حد گرفتن باعث خطا در زندگی و بالاخره مشکلات در زندگی میشه. ولی من میگم که بعضی تصمیم ها هستن که در زندگی اگر ما عجولانه بگیریم باعث یک تحول بزرگ در زندگی میشه. مثال برتان، ساده برتان مثال میدم، اگر ما به این بشینم که توبان به مرور زمان به زندگی ما تغییرات می و بالاخره به مرور زمان یک شخص موفق میشم، شاید 10 سال در بر بگیره. و اگر ما تصمیم میرم میگیرم همین لحظه که ما باید تا فردا تا یک ساعت بعدی باید در زندگی خود تحولات را ایجاد بکنم، ما شاید یک انسان موفق خواهد بوده باشم. پس از این خاطر در بعضی حالات ها تصمیم های عجولانه میتونه در مفاد ما بوده باشن، ولی در بعضی از موارد میتونه که در نقص ما بوده باشن. خب استاد، اگر در بعضی از موارد روح و روان ما درست نتونن امو فعالیتی را که خودشون میخواین انجام بدن و خیلی افسرده باشن و بعضن شکستای را متقبل شده باشن و هر چقدر هم ذهن بالاش فشار بیاره که باید توی کار انجام شه و موفق باشه، بازم نتونه این موارد چیکار انجام داده میتونه. مثلا یعنی به این معنی هستن که شخص همیشه فکر میکنه که من انسان درمانده هستم، هر قدر کوشش میکنم بازم ناکام خواهد بودم. پس از این خاطر بهتر است که هیچ کوشش نکنم، در یک گوشه از اتاق بشینم قرار فکر بکنم. این خوب گپ است. ما این شکل مریض ها را داریم به نام مریضان یا بیماران افسرده. اینا اشخاص بودن که در زندگی بارها اینا در زندگی خود مثلا کوشش کردن ولی بازم به ناکامی دچار شدن. ببینین همیشه دهاتون بوده باشه، انسان اگر زندگی درونی خود تغییر میارن باعث از این میشن که در بیرون زندگی خود تغییرات ایجاد بکنن. مثال برتان میتونم، اگر زمانی که من طور احساس بکنم که من امروز خیلی خسته هستم، خیلی انسان ناراحت هستم و انسان ناکام هستم، من در درون فکر خود یعنی در زندگی داخلی خود درونی خود من یک احساس منفی را ایجاد کردم، این باعث از این شد که در رفتار من در بیرون تغییرات به وجود بیارن. یعنی به این معنا که من امروز صبحانه از خواب میخیزم انسان خیلی کسل، خسته، درمانده هستم، ولی زمانی که وقتی که از خواب خیستم میره بر زندگی درونی خود ایجاد کردم، به فکر خود ایجاد کردم، به ذهن خودی را وارد کردم، این حال از صبح تا شام من انسان درماندگی خود احساس میکنم، انسان بسیار ناکام احساس میکنم، هر درس را که میخوانم، هر کار را که میکنم، چون بر ذهن خود طوری القا کردیم که و طوری یادآوری کردیم که تو انسان درمانده هستی، تو انسان ناکام هستی. چی میکنی هر قدر تو کتابا میخونی بازم تو ناکام هستی. سو ادامه حرف رو بعد از تماس میداشتم. بله سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستم، شهرتان خوش، سلام به شما و مهمان برنامه تا امید که خوب سردنان باشم. سلامت باشین. محمود از کابل روی خط هستن، بفرمایین و سوالتان از مهمان ما داشته باشین. سلام خدمت مهمان محترم شما جناب استاد. سوال ما این بود که امید تاثیر تلقین بالای ذهن که ما تلقین میکنیم یک موضوع رو در ذهن ما، این تا چند نادم میتونه روی جسم ما تاثیر داشته باشه؟ مثلا تلقینات مختلفی که هست، مثلا بعض داروهای تلقینی هست یا از این قبیل افراد، مثلا داروهای بدون تاثیر هم میتونن به مریضا و تلقین میکنن که مثلا این دارو خیلی قیمتی هست، خیلی تاثیر گذار هست. بریم راجع به این موضوع بخوام. بسیار خوب، تشکر محترم. من موضوعتان نگرفتم، انشاءالله در برنامه تان تشریح خواهد کرد. تشکر. موضوع خوبی را یادآوری کردن. تلقین همیشه دعاتان بوده باشه که انسان همیشه تلقین پذیر است و براتون یادآوری کردم که ما ضمیر ناخودآگاه ما چی قدرت را داره که 95% گفتم کنترل بدن وقتی که داده دارن، هر چیزی را که به او مفرستیم او قبول میکنه و به او را انعکاس بر ما میتن. مثل که در یک برنامه یادآوری کردم که ضمیر ناخودآگاه یا ناهوشیار ما قدرت را دارن که به قسم یک کوه، اگر ما مثال بتیم، اگر ما به کوه سلام میگیم بر ما سلام مفرسته، اگر به کوه بد میگیم بر ما بد مفرسته، اگر موفق میگیم پس بر ما که تو موفق هستی. خب ضمیر ناخود آگاه یا ناشار ما قدرت را دارن که اگر ما ایره تلقین میکنیم که اینمی دوایی را که تو میخوری تو خیلی خوب میشی. مثال برتان، ساده برتان مثال میتونم،
نظر به تجارب را که در کتاب ها می نویسند دانشمندا میگن حتی داروهایی که یک خاندان بوده باشه و تنها با تغییر قوطی ازی و تغییر رنگ ازی اگر در نزد یک شخص طور تلقین شود که با وجود که از این دوا چندین بار گرفته ولی تاثیر نکرده اگر برزی تلقین داده میشه که تو اگر اینی داروی جدیدی است با قدرت خیلی بلندتر است تنها رنگ ازی تفاوت کرده تو این استفاده کنی تو بیشتر تغییرات برات به وجود میارن چون این تلقین پذیری شد این متیقن هستن که برش تغییرات بیشتر به وجود میارن از این خاطر از همین ترمیخانیکیت یا قدرت تلقین امروز استفاده امروز چی که تقریبا 100 سال قبل استفاده شد و بنیانگذاری به نام علم اپنوتیزم یا تکنیکای اپنوتیزم به میان آمد که به اساس اپنوتیزم شخص داخل ضمیر ناخودآگاه یا نوشار شخص میشن و در اوج تمام تلقینات مثبت در داخل مغز شخص وارد میکنن و باعث ازی میشن که زندگی یک شخصی که کلا به منفی بود به طرف مثبتی را بکشونن از این خاطر تلقین یک راه خوبی در تداوی ها البته تلقین های مثبت راه خوبی در تداوی های بیماری های روانی خاصتا بیماران که افسرده هستند بیماران درمانده هستند یا بیماری هایی که اختلالات وحشت زدگی دارن اختلالات تبدیلی دارن خیلی کمک کننده است خب قسمی که شنونده و بیننده عزیز ما گفتن تلقینات خیلی میتونه تاثیرگذار باشه برای روان ما ما چطور میتونه میره کنترل بکنه می که با توجه و با استفاده از امو قوت هایی که ذهن ما داره و تاثیرگذار است برای بقیه ابعاد زندگی ما چطور میتونیم کنترل بکنیم که تاثیرش برای این تلقینات بیشتر باشه و کمتر اونا در ما بروز بکنه بسیار خوب برتان مثال ساده را برتان میتونم یک شخصی که از اختلالات و وحشتزدگی رنج میبره زمانی که وقتی که برش حمله میه نفسش قیدی میکنه فکر میکنم یال آخرین نفس من میکشم و قلب من شاید استاد شوه ضربان قلبم بلند میره و به شکل تیز نفس میکشه و دست پایش به شکل میلرزه یک اختلالات وحشتزدگی هستن که شخص یک مشکلات روانی از نظر دکتر سایبا دارن که به نام بیماری های روانی اختلالات وحشتزدگی یاد میکنیم اینا مشکلات را دارن که اگر دریجه در ضمیر ناخودآگاه یا ضمیر ناهوشیار از حالت را به وجود میارن که شخص به حالت ها بکشونن اگر ما کار بکنیم که امی شخص اگر توجهش به طرف دیگه ما تغییر میتیم به این مناسبت که شخص چند دقیقه اگر وقتی که با شما صحبت میکنه با تلقینات مثبت شما صحبت میکنه دفتن فراموش میکنه همو حرکات رشی دستش و داخل ضربان قلبش نفس قیدیش کلن آرام میکنه خودن یعنی به این مناسبت که با تلقینات مثبت و تغییر توجه فکر شخص و به این شکل ضمیر ناخودآگاه شخص به طرف مقابل وقت زیر کنترل میگیرن میتونه که به بسیار آسانی در وارد ذهن ناخودآگاه یا ناهوشیار از ایشان و بالاخره ایجاد با تلقینات مثبت این تغییرات به وجود بیارن این تاثیر خود داره بر خیلی ممنون استاد از اینکه تشریف آوردین و یک موضوع خیلی خوبی بود امیدوار هستم بعضی از نکاتی را که بیننده‌های ما می‌خواستن در موردش بیشتر معلومات پیدا کنن برشون موثر تمام شده باشه و همکار ما گزارش را آماده ساخته در رابطه با مدیریت زمان تقدیمتون می‌کنیم و دوباره در بخش مود ما را فراموش نکنید